آیا می توان موضوعات مهم مانند فاجعه فوکوشیما را مسخره کرد؟ پاسخ آریست و گواهی آن مسابقه امسال کارتون مطبوعاتی جهان است. مراسم اهدای جوایز هشتمین نسخه این جشنواره معتبر جهانی اول اردیبهشت ماه در شهر سینترای پرتغال برگزار شد. امسال هیئت داوران برای اولین بار دو کاریکاتوریست را برنده جایزه بزرگ اعلام کرد. جایزه بزرگ 20,000 یورویی به اگیل، طراح نروژی و آرس، طراح کوبایی اهدا شد. این یک نقاشی بسیار جالبی است. همه از استروسکان خوشمون آمد، خوک کوچک. با وجود اینکه شکل خوک کشیده شده است، اما قادر به شناسایی استروسکان هستیم. Caracterizado como porco, conseguimos reconhecer bem lá o Estrasca. این کاریکاتور آسان به نظر می آید، ولی کشیدن آن آسان نبود. موضوع بمباران دموکراسی است. داوران بسیار گفتگو کردند و تصمیم گرفتیم که دادن جایزه به هر دو بهترین راه حل است. راه حلی مبنی بر رضایت همه. این جشنواره در سه بخش کارتون مطبوعاتی، کاریکاتور چهره و کارتون طنز برگزار می شود. اگیل در بخش کاریکاتور چهره و آرس در بخش کارتون مطبوعاتی برنده شده بودند. کلمه قولک خوکی را شنیده اید؟ پول درونش می اندازید. او در این هتل شخص خوبی نبود. نمیدانم گناهکار است یا نه، ولی مردم به این باورند. اگر به تصویر نگاه کنید می فهمید که فقط درباره استروسکان نیست، درباره همه کسانی که احساس گناه می کنند. نمایشگاه کارتون مطبوعاتی جهانی در مدتی کوتاه به دلیل سازماندهی، جوایز و کیفیت بالای داوران به مهمترین رویداد بین‌المللی طنز گرافیکی تبدیل شد. بردن جایزه بزرگ در این رویداد برای من قابل پیش‌بینی نبود. جدی میگویم. بازدید از نمایشگاه سفری به قلب وقایع مهم سال گذشته است. حتی موضوعات بسیار جدی مانند فاجعه هسته‌ای فوکوشیما نیز دستمایه طراحان است. نقاشی فوکوشیما حتی برنده جایزه بهترین کارتون طنز شد. این مجموعه عمومی انسان‌های تغییریافته از نظر ژنتیکی است. پاول کنستانتین، طراح رومانیایی، میگوید دریافت جایزه برای من افتخار بزرگی است. حتی اگر موضوع کاریکاتور من مهم است و مربوط به محیط زیست است، این جایزه شگفت زده ام کرد. فوکوشیما، جنجال دومینیک استروسکان، بهار عربی یا بحران اقتصادی در اروپا موضوعات اصلی این مسابقه بود. بلکبری مردم را رهبری می کند از تابلوی آزادی رهبر مردم است اثر اوژن دولاکرو الهام گرفته شده است. این اولین باری است که طرح‌های مطبوعاتی و شبکه‌های اجتماعی با هم ترکیب شدند. کاریکاتوریستا کم کم طرح‌هایشان را از طریق فیسبوک یا توییتر به نمایش می‌گذارند. ابزاری که در یکی از موضوعات مهم کارتون مطبوعاتی جهان یعنی بهار عربی نقشی تعیین کننده داشته است. بازدید تا 10 تیر ماه در مرکز فرهنگی اولگا کادابال ادامه دارد. 30 ژوئن. دولس دیش ایرونیوس.